با سلام خدمت همه دوستان عزیز، با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستیم. سوالی که در این آموزش میخوایم بهش پاسخ بدیم این هست که چگونه میشه میزان بیان یک ژن رو در بافت ها یا بیماری های مختلف، مثلا یک سرطان خاص، مشخص کنیم. مثلا میخوایم که بیان ژن APC رو در بافت های مختلف بدن مشخص کنیم و ببینیم که در کدوم بافت بیشترین بیان رو داره و یا اینکه در سرطان های مختلف بیان این ژن چه تغییری پیدا میکنه. خب اولین پایگاه داده که برای بررسی بیان ژن ها ازش استفاده میکنیم پایگاه داده NCBI هست. برای ورود به پایگاه داده NCBI آسان ترین کار اینه که اول گوگل رو باز کنیم و در اون کلمه NCBI رو سرچ کنیم. اولین لینکی که برای میاره پایگاه داده NCBI هستش که لینک کاملش رو شما اینجا مشاهده میکنید. روی همین لینک اگر کلیک کنید وارد سایت NCBI میشید. این صفحه اصلی سایت NCBI هست. این قسمت بالا موتور جستجوی سایت NCBI هست که اسمش اینترست هست. داره چندین بخش هست که از این قسمت کشویی ما قسمت ژن رو انتخاب میکنیم و بعد اسم ژنمون رو سرچ میکنیم. در اینجا من ژن APC رو سرچ میکنم. نتایجی که برای این ژن ارائه میشه شامل چندین موجود مختلف میشه، چون که این ژن ممکنه که در چندین موجود وجود داشته باشه. مثلا اولین گزینه که واسه من آورده ژن APC توی موس موسکولوس یا موش خانگی هستش. دومین گزینه که هست مال هوموساپین یا انسان هست. سومین گزینه مال رد هست و سایر گزینه ها متعلق به سایر موجودات هست که در اینجا میتونید این موجود مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید که در اینجا من انسان رو انتخاب میکنم. روی گزینه APC اینجا کلیک میکنم که متعلق به انسان هست که تا این رکورد واسه من باز بشه. خب این رکورد جین برای ژن APC هستش. باید صبر کنیم تا این سایت به صورت کامل باز بشه تا بتونیم همه قسمت های اون رو مشاهده کنیم. در این قسمت اسم کامل ژن هست، این قسمت گونه‌اش رو نشون میده. در اینجا میگه که این ژن پروتئین کدینگ هستش، در این قسمت میگه که گونه اون انسان هست. در این قسمت هم اسامی قدیم ژن APC رو نشون میده، یعنی ژن APC قدیما به اسم DP2، DP3 یا سایر این اسم‌ها شناخته میشد. در این قسمت استعماری هم یک مقدار در مورد نقش عملکرد این ژن توضیحاتی رو ارائه میده. اما اون بخشی که واسه ما اهمیت بیشتری داره بخش اکسپرشن هست که این قسمت هست. اکسپرشن خودش چند تا گزینه داره، 4 تا گزینه داره که من روی پایین ترین گزینهش کلیک میکنم. این نمودار واسه ما نمایش داده میشه که در این قسمت بافت های مختلف هست و این نمودار هم بیانگر میزان بیانشون هست. همطور که مشاهده میکنید بافت مغز بیشترین بیان رو برای ژن APC داره و ژن APC توی بافت پانکراس کمترین بیان رو داره. اگر که موس رو روی یکی از این نمودارا بذارید به شما یک عدد رو نشون میده که برای برین اینجا 25.69 هست و تعداد سمپلش هم 3 هست. یعنی در داخل 3 تا سمپل بررسی کردم و میانگین بیان این ژن با داده های آرناسک شده 25.69. حالا اگه واسه پانکراس نورس رو بدارم روش می‌بینیم که میزان عدد که نمایش شده 54% هست، یعنی اینکه بیان ژن APC در پانکراس نسبت به مغز بسیار پایین‌تر هست و اینم می‌تونیم به صورت کمی میزان بیان‌ها رو مشاهده کنیم. اما این داده از کجا اومده؟ این نمودار رو بر اساس چی کشیدن؟ اگر بیایم بالاتر یه قسمت داره به اسم پابلیکیشن و اینجا یک اکسشن نامبری داره. اگر که اکسشن نامبر رو باز کنیم برای ما یک مقاله رو میاره که داده های این نمودار از این مقاله برای ما نمایش داده شده. این مقاله در سال 2014 چاپ شده و ژورنالش هم باید این باشه. گزینه بعدی رو من کلیک کنم ببینیم برامون چی میاره. گزینه سوم از پایین مربوط میشه به تکوین بافت ها. مثلا اینجا ما قلب 10 هفته ای رو داریم، قلب 11 هفته ای رو داریم، قلب 17 هفته ای رو داریم و هم مشاهده میکنیم که مثلا در قلب
در هفته 11 همه تکوین قلب برای بیان ایجن APC بیشتر بوده. یا اینکه مثلا در داخل روده ها در هفته 20 همه تکوین این قلب، تکوین این بافت روده بیشترین بیان رو داشته. توی کلیه مثلا هفته 20 همش کمترین بیان رو داره، در حالی که توی کلیه هفته دوم تکوینش بیان بیشتری رو داره و توی کلیه هفته 20 تکاملش کمترین بیان رو بین این گزینه ها داره. که اینجا هم توضیحات ارائه داده خودش که ما 35 تا سمپل برداشتیم و اونها را بررسی کردیم. بین هفته 10 تا 20 رو بررسی کردیم و بیانش اینجا گذاشته برامون. گزینه بعدی هم مربوط میشه به میزان بیان ژن در بین بافت‌های مختلف. توضیح داده اینجا که ما میزان بیان ژن رو در 20 تا نمونه انسانی مورد بررسی قرار دادیم. اگر که ببینیم باز هم در اینجا در مغز بیشترین بیان رو داره و در کبد کمترین بیان رو داره. گزینه اول هم باز مربوط میشه به بافت‌های انسانی که اینجا نمایش شده میشه. باز در می‌بینید که در مغز بیشترین بیان رو داره و در کبد و لان کمترین بیان رو داره. در واقع واسه بافت‌های انسانی سه تا گزینه داره. گزینه اول، دوم و سوم هستش و گزینه اول، دوم و چهارم هستش و گزینه سوم برای بررسی میزان بیان ژن در طی تکوین بافت‌های انسان هستش در اینجا.